بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا به حق محمد و آل محمد تعجیل در فرج مولا و سرورمون آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا قرار بده. خدایا به حق 14 معصوم، به حق آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، به حق آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، به حق بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، به حق آقای امام حسن مجتبی و آقای امام حسین علیه السلام، به حق این 5 تن آل عبا هرچه سریتر تعجیل در فرج مولا و صاحب ما قرار بده. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. وقتتون بخیر. روز جمعه دیگه‌ای به پایان رسید و امروز هم دست‌ها به آسمان بلند شد و فرج مولا و سرورمون رو از خدای عزوجل خواستار شد. در این ایام همه دعا کنیم، همه یک صدا فریاد بزنیم و از خدا عاجزانه درخواست کنیم تا فرج مولای ما رو برسونه. از سرزمین معلای کربلا، از بهشت روی زمین کنار مسجع شریف آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون آقا ابوالفضل عباس علیه السلام در این شب بارانی مهمون خونه های شما خوبان هستیم. مطمئنن دل همتون برای کربلا تنگ شده، برای حضور در این مکان مقدس. وظیفه خودمون میدونیم و این وظیفه رو بیشتر احساس میکنیم، بالاخص در این ایام که حتما نائب الزیاره شما باشیم. و حقیقتا وقتی که به حرم مشرف میشیم یا گنبد و بارگاه آقای امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام رو از نزدیک میبینیم، شما عزیزان هم در یاد و خاطره ما هستید. هرچند دعا میکنیم انشالله هرچه سریعتر شرایط به گونه‌ای باشه که شما هم بتونید مجدداً همچون گذشته به راحتی به کربلای معلا سفر کنید. امشب رو هم با برنامه سرزمین عشق مهمون خونه های شما هستیم تا مقداری راجع به شرایط بهداشتی و شرایط پزشکی که در مورد بیماری کرونا، ویروس کرونا ذهنها رو درگیر کرده صحبت بکنیم و انشاءالله با دیدی کاملا باز نسبت به این ویروس که به حالت اپیدمی رسیده انشاءالله بتونیم راهکارهای صحیح رو در مقابلش اتخاذ بکنیم. امشب بحث ما هم انشاءالله راجع به این موضوع خواهد بود و فکر میکنم تماس ها هم باز هست. عزیزانی که احیانا سوالی داشته باشن از آقای دکتر زنگنه میتونن ارتباط برقرار کنن و سوالات خاص خودشون رو بپرسن. اجازه بفرمایید از طرف شما و خودم خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب دکتر محمود زنگنه هم عرض سلام داشته باشم تا بعد از اون طبق روال شبهای گذشته وارد برنامه بشیم. آقای دکتر سلام، بنده رو پذیرا باشید. سلام علیکم. سلام بر شما، بر بیننده عزیز و محترم. من در خدمت هستم ان شاء الله. خدا حفظ بکنه. اجازه بفرمایید در این ساعت مبارک و در این مکان مقدس که کنار حرم آقای امام حسین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام هست، بر نیابت از همه بیننده ها یه سلام بدیم خدمت آقای امام حسین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و بعد ان شاء الله وارد بحث بشیم. بفرمایید. یا الله. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. آقای امام حسین، عاشقان شما در سرتاسر دنیا کم نیستند، حتی کسانی که شاید مسلمان و شیعه هم نباشند ولی وقتی که اسم حسین رو میشنوند دل تو دلشون نمیمونه و حالشون دگرگون میشه. یا ابا عبدالله، شما کشتی نجات هستید، کشتی نجاتی که به قول آقای امام صادق علیه السلام اوسع و اسرع، هم وسیع‌تر و هم سریع‌تر. در این شرایط که دنیا نیازمند یک منجی است، خواهش می‌کنم از شما واسطه بشید نزد خدای عزوجل تا
فرج مولا و سرورمون آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین داده تو را مقدم الفدا تعجیل پیدا بکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. عرض ادب بکنیم خدمت باب الحوائج آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. السلام علیک یا قمر بنی هاشم. السلام علیک یا ساقی العطاشا. السلام عليك يا باب الحوائج يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة أم البنين. السلام عليك يا قطيع الكفين. السلام عليك يا حامل لواء الحسين. السلام عليك يا كفيل زينب. السلام عليك يا سقي رقية. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. خب قبول باشه انشالله. عرض سلام و ادبی که همگی با هم دادیم خدمت آقای امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، بریم سراغ بحث امشبمون، ادامه موضوع چگونه خودمون رو در مقابل ابتلا و در حقیقت بیمار شدن به ویروس کرونا هم از لحاظ ایمنی بدن خودمون رو ببریم بالا و هم اگر خدای نکرده مبتلا شدیم چیکار بکنیم تا بدون استرس و بدون نگرانی انشالله این مرحله رو پشت سر بگذاریم. آقای دکتر، طی این شب‌هایی که در خدمت شما بودیم و راهنمایی که شما داشتید و خب اخباری که بالاخره توی خبرگزاری‌های مختلف میشنویم، می‌بینیم که الحمدلله اون بحث ترس شدیدی که نسبت به ویروس کرونا بود تا مقدار خیلی خیلی زیادی افت کرده. ولی یه مسئله هست، یه مسئله اونه که بالاخره کشورهایی که فارس زبان هستن، حالا مثل ایران یا کشورهای دیگه که فارس زبان هستن و الان برنامه ما رو دارن می‌بینن، آهسته آهسته داریم نزدیک میشیم به ایام در حقیقت تحویل سال نو و بهار و بالاخره رسمی هست در ایران که خرید عید میرن و دید و بازدید و اینجور صحبت ها. نصیحت شما و پیشنهاد شما برای بینندگان از اینکه الان دارن این برنامه رو میبینن در این ایام، با توجه به وجود این اپیدمی که سازمان بهداشت جهانی هم اون از حالت اپیدمی فکر میکنم یک مرتبه هم بالاتر ارتقا داد، چی هستش؟ آیا به دید و بازدیدها راحت برن و فقط اون شرایط ایمنی و شرایط بهداشتی اولیه رو رعایت بکنن، یا نه موقتا حتی دید و بازدیدها رو هم متوقف بکنن تا انشالله این قضیه کاملا برطرف بشه؟ به عنوان یک پزشک شما نظرتون چی هستش و راهنمایی چی میفرمایید؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بابت این ویروس ما صحبت کردیم چند شب و گفتیم اجتناب کردن از جمع شدن یا از جاهای شلوغ یا جاهای که مردم جمع میشن، نظیر مترو، نظیر اتوبوس، نظیر بازارهای شلوغ، نظیر مجالس معاتم، این چیزا که واقعا خیلی مهمه. الان ثابت شده که 95% از راه انتقال این ویروس از طریق لمس، از طریق دست منتقل میشه. به خاطر بیشتر از 2-3 دقیقه نمیمونه تو هوا این ویروس، یعنی از طریق هوا منتقل نمیشه. باید اون کسی که مریض باشه نزدیکت باید باشه، سرفه میکنه، عطسه میکنه تو صورتت تا منتقل میشه این ویروس. الان بازارها، الان تو ایران وضع نمیگیم 100%، نمیگیم ناجور درصد، قدقن 100%، نمیگیم هم خوب 100%، ولی این ویروس وجود داره. این یه چیزی که ما میبینیم، درسته؟ ما کارمون باید یه کار انجام میدیم که پیشگیری میکنیم از انتقال این ویروس، از رشد این ویروس، از بیمارا، تعداد بیمارا نره بالا. بله. الان تو کل دنیا غیر از چین اومده پایین، تو کل دنیا داره تعداد میره بالا.
راه انتقالش از طریق دست، لمس، دستگیره، پول، چیزایی که پس پیشنهاد میکنید که مردم موقتا فعلا ارتباطشون رو با دیگران در مکانهای عمومی به حداقل برسونن تا حداقل بشه این بیماری رو کنترل کرد. دوست عزیز تماس گرفته از گیلان، اگر اجازه بفرمایید ارتباطمون رو با ایشون وصل بکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، اگر صدای بنده رو دارید وقتتون بخیر و سوالتون رو بفرمایید. تماسی از اصفهان زارم اون تماس قطع شد، تماس دیگه داریم از اصفهان. سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر، سوالتون رو بفرمایید لطفا. آقای دکتر بفرمایید، صداتون رو میشنوم، بفرمایید. من بیماریم پتروزیره، میخواستم ببینم چیکار باید بکنم. بیماری چیه بی زحمت؟ بیماری که فرمودید چی هست؟ مجرد صداتون واضح نبود. نوع بیماریت بی زحمت شرح بده مختصر. سنت، قدت، وزنت، با گروه خونت. سلام علیکم، خسته نباشی. سلامت باشی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای دکتر من بیماری پترزی دارم الان 4 ساله. اسم بیماریت نشنیدم، متوجه نمیشم اسمش چی فرموندی؟ خب دوست عزیز در حقیقت شرایطی که علائم بیماری که دارید، شرایطی که دارید رو توضیح بفرمایید و انشالله آقای دکتر بالاخره بتونن راهنماییتون خواهند کرد. اگر صدای بنده رو میشنوید البته. زارن ارتباطتون قطع شد. خیلی ارتباط ارتباط پایداری نبود و برابر این طبق پیشنهاد شما به عنوان یک پزشک موقتاً محدود بکنن ارتباطاتشون رو. آیا اینطور یه مقدار سخته مردم مثلا حالا دید و بازدید نرن و خدمتتون عرض بکنم که چندان حالا بازار نرن و مثلا تو این شرایط چی کار بکنن به جاش؟ یعنی اگر این شرایط استثنائی الان مشکل این شرایط استثنائی نمیدونم چجوری تعریف کسی که مجبورن برن، کسی که واقعا دیگه مجبورن چاره ای ندارن. من مجبور نیستم. خب عید نباید رسوم هر سال نباید انجام میدم الان دید و روبوسی و زیارت. من نمیدونم اون طرفم مادرم بگو. مادرم دیگه عزیزتر از مادر نیست. من نمیدونم آیا مادرم مریضه یا نه. به خاطر علائم این بیماری نشون نمیده بین از 2 روز تا 15 روز تا 2 هفته نشون نمیده. من نمیدونم اصلا بیمار حس نمیکنه. 80% از بیمار حس نمیکنن خودشون مریضن. بله خب این مشکله، این مشکله. مادرم بزرگه، مسنه. من نمیگم مادرم مریضه، شاید من مریضم، شاید پسرم، شاید دخترم، شاید برادرم. خب این اگر من نرم فقط از طریق تلفن سلام مادر خوبی، تبریک میگیم به هم دیگه، از این چیزا. نمیگم نرین پیش مادرتون، برو ولی نه دست جمعی. شما وظیفت من پسر بزرگش، پسرش، دخترش، هر کی که بودم میرم رعایت میکنم همه چیزی. خب ماسک هم میذارم. تو من به فکر مادرم، نه به فکر احتمال دارم من واگیرم، من مریضم و نمیدونم. تو بازار من امروز میخواستم، من مجبور شدم امروز نهار میخورم بیرون. خب نخوردم. یعنی از دیشب که شام خوردم تا الان هیچی من نخوردم. بیرون بودم هیچی نخوردم، هیچی اصلا نخوردم. حتی بسکویت از اینا یا کیک یا هر چیزی که بود هم نخریدم. درست. ترس دارم. تعداد در عراق خب نسبت به ایران خیلی کمتره. بله خیلی کمتر. ولی بازم آدم جانب احتیاط رو رعایت میکنه. باید احتیاط میکنم. من نمیترسم برای خودم. فوت کردن حق. دیگه درسته. میترسم برای بچه‌ها. میترسم برای مادرم تو خونه، پدرم تو خونه. اینو میترسم برای مریض ها که میان مراجعت کنن برای من. اینو خیلی مهمه برای من. خب من مشکل نیست برام. اگر فرد معمولی یه کسی ندارم مهمه تو زندگیم یا مسئولیتی مهمم نداشتم، مشکل نیست برام. آیا طور حالا خیلی هم دارن دنبال
درمان و علاج و دنبال یه دارو میگردن برای درمان این بیماری، و واقعا ساده ترین و راحت ترین و ارزون ترین دارو برای پیشگیری از این بیماری هم همون تو خونه موندنه، یعنی بیرون نرفتنه. ارزون تر از همه چیز، خیلی ساده هم هست، خیلی در دسترس همه هم هست. واقعا مردم چرا این رو توجه بهش نمی کنن و میرن سراغ حالا دارایی که ممکنه چه تهیهش براشون خوره هزینه بر باشه، چه اصلا تهیهش ممکنه سخت باشه و مشکل باشه. این معمولا ما نمیگیم آخ تا دستمون بسوزه. بله، این خیلی مهمه. در اسلام و در نامه طلایی امام رضا سلام الله علیه میگه الوقایه تو خیر من العلاج، من پیشگیری بهتر از درمان. همه طب ابن سینا، طب اهل البیت، همه اینا میگن. امام علی سلام الله علیه میگه المعده تو بیت کل داء، منظورش همینه، الوقایه. من نباید میخورم همه چیزی، باید پیشگیری کنم. اگر اجازه بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم، وقتتون بخیر. سلام، خسته نباشید. ببخشید من یه سوال داشتم. مادر من 53 سالشه، 6 ماه پیش متوجه شد که سرطان سینه داره، عمل جراحی انجام داده، غده رو از سینه‌اش درآوردن، 4 تا غده لنفاوی هم از زیر بغلش برداشتن. بعد دکتر از اون موقع بهش گفته که گوشت و مرغ مصرف نکنه. می‌خواستم بدونم برای اینکه سیستم ایمنیش قوی بشه چی مصرف کنه، و اینکه بهش هم ویتامین دی دادن در کنار قرص‌های شیمیایی، گفتم 5 سال بعد مصرف کنه. می‌خواستم بدونم در کنار قرص ویتامین دی چی مصرف کنه که این ویتامین دی جذب بدنش بشه، و اینکه گور گرفتگی داره، این گور گرفتگیش اصلا خوب نمیشه. می‌خواستم بدونم برای گور گرفتگی چی مصرف کنن. بله، بابت بیماری سرطان من مخالفم، یعنی ضد کل پزشکان کلاسیک هستم. غده سرطانی بروز میشه و تکثیر میشه و بیشتر میشه از دو تا چیزی، یا از یه چیزی. غذاش چیه؟ این غده لاهوایی میگیم بهش. خب غذاش چیه؟ گلوکوزه، شکر، قند. غذاش این غده در شرط که شکر شخص زیاد بخوره بیشتر تکثیر میشه و همینه. این مشکلش. الان برنامه غذایی میدم برای مریض سرطانی من به نام کیتو، یا یه برنامه دیگه شبیه برنامه کیتو. در برنامه کیتو حذف شدن کامل از نشاسته، از کربوهیدرات، آرد، از برنج، از شکر، از روغن مصنوعی، روغن‌های گیاهی، مایه و این چیزا. بله، غذای مهمترین، غذای سالم برای این بیمار خود گوشت، چربی، مرغ، ماهی، تخم مرغ، لبنیات، سبزیجات. اینا غذای برای کسی که این بیماری داره. خب علم هم داره میگه، من شرح دادم اگر ایشون بلدن عربیه. سه تا قسمت دارم و ان شاء الله اگر خدا خواستم شرح میدیم. به خاطر همین بیمار سرطانی الان داره بیشتر میشه و درمانش هم خیلی کمه. حتی اگر درمان شدن از طریق شیمیایی، باید چکار بعد از 2 سال، 1 سال، 6 ماه، 5 سال، 10 سال برمیگرده براشون. این مواد شیمیایی که میدن، شیمی درمانی که به بیمار میدن، این مسکنه. به عنوان یک مسکن بین از 6 ماه تا 10 سال آخرش ده. از بدن مفعولش تموم میشه، بروز میشه یه بار دیگه همون غده سرطانی بود. یا همون جا، یه جای دیگه. بهترین چیزی برای روزه تقویت سیستم ایمنی بدن برای بیمار سرطانی روزه گرفتن. یعنی با روزه گرفتن سیستم ایمنی تقویت میشه. خیلی مهمه، خیلی مفیده. کل علما و کل پزشکان هم میگن روزه اسلامی. ببینی چند تا بیمارستان در اروپا و امریکا هست به عنوان درمان روزه اسلامی، به نام اسلامی، نه روزه خودشون. به درمان از طریق روزه اسلامی، یعنی از اذان صبح تا اذان مغرب همه چی، هیچی هم باید نخورن. خیلی نقش مهمی داره تو این
تو بیماری سرطانی. الان ویتامین دی باید استفاده میکنه. مکمل های غذایی که مهمه، نظیر منیزیم، نظیر K2، نظیر F، گلوتاتایون، اینا خیلی مهمه. گلوتاتایون تولید میشه تو بدنمون. چه وقت تولید میشه؟ وقت خواب تولید میشه. ساعت کاری، ببین ساعت سوختن یا درست کردن سلول های خراب در بدنمون از ساعت 9 تا ساعت 3 صبح. این وقت چه وقت کار چجوری گلوتاتایون تولید میشه در بدنمون؟ باید من خوابم، چشم بسته، خواب، غرق خواب هستم، نه فقط خوابم و چشم بسته، باید در تاریکی خوابیدم بدون هیچ سر و صدا، راحت آرامش داشته باشم. این غده شروع میشه، این گلوتاتایون شروع میشه تولید میشه تو بدنمون و اصلاح میکنه سلول های ناشناخته، سلول های منفی، مشکلات بدنمون اصلاح میکنه. این غده، یه عصب داریم چشم وصل شده تو ساعت فیزیولوژی سرمون، این وصله. این چه وقت این ساعت بیولوژی بدنمون، ساعت بیولوژی در دماغمون که هستش، چه وقت کار میکنه؟ چه وقت ما میخوابیم، غرق خوابیم، خواب راحت ده. نه من خوابیدم و چراغ خواب تو اتاق روشن، نه خوابیدم یه چراغ دیگه یا تلویزیون روشنه یا موبایل دستمه. کار نمیکنه این عجب. کار نمیکنه. وقتش از ساعت 9 تا ساعت 3. اونها که نمیخوابن ساعت 3 میخوابن. ساعت امروز یه جوون 19 ساله اومد پیشم، میگه من ساعت 7 صبح میخوابم. اومد چی مشکلت؟ رفتم پیش پزشک، یه درد اینجا دارم، اینجا همین قسمت سرم درد دارم، خفه میشم، اینجا سنگین میشه، بی‌حس میشه. خب رسیدم گفتم بهش کم بوده، این چیزی داری؟ اینجوری علایم دادم بهش، مادرش بغلش هم نشسته. گفت بله کاملا. گفتمش اینم پسرت نمیخوابه شب. گفت واقعا از کجا میدونی شما این حرف؟ که واقعا ساعت 7 میخوابه. گفتم بهش اگر میخوای پسرت از دست میدی، واقعا اگر میخوای از دست میدی، این جوون 19 ساله و این هیکل خوب و محترم هم هستش، این باید اگر میخوای از دست میدی بذار ادامه بده به این برنامه. اگر خوب بشی تایم خواب باید از ساعت 9 نگین الان، نه کسی نمیخوابه ساعت 9، ساعت 10 هم نمیخوابه، ساعت 11، 4 ساعت، این 4 ساعت باید باشه تو بدنمون. بعد از 2 ساعت خواب عمیق این غده کار میکنه. این غده کار میکنه، نیاز داره به 2 ساعت کار میکنه. به 2 ساعت کار میکنه که میزون بدنمون نیاز داره از این گلوتاتایین درمان میکنه، جبران میکنه. اما شما تماس های دیگه هم داریم؟ بله. پاسخ بله. این تماس شد بله دیگه انشاءالله من تو یه قسمت یا دو قسمت تو برنامه های آینده صحبت میکنم از بابت سرطان که میتونن درمان میکنم، ولی همین برای موم خیلی مفیده براش، با ژل رویال بسیار خیلی مفیده. چرا از روز دوشنبه فکر میکنم صبح ان شاء الله یک برنامه در انشاءالله. برنامه سلام کربلا خواهید داشت. خب دوست عزیز از آذربایجان غربی ظاهرا تماس گرفتن، ببخشید پشت خط بودی. سلام عرض میکنم خدمت شما، سوالتون رو بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. زنده باشید. سوالتون رو بفرمایید لطفا. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. بله بفرمایید عزیزم، بفرمایید. آقای دکتر ببخشید من بعد کردم پیتر موکر کردم میخوابم که بعد کردم نزدیک به صبح وقتی سینه‌ام جر میشه احساس میکنم جر میشه از گرمه نمیتونم بخوابم. سینه تون حس میکنید گرمه؟ آره فیلم سبته تو پینه هم گرمه که بالای مرده احساس میکنم گرمه. من سوالش نفهمم. میگن من دم صبح اسم میکنم سینم گرمه دیگه نمیتونم بخوابم. خب و خب چند سالتون گروه خونت چیه؟ آی مثبته. شما چربی کبد یا کبد چرب دارید؟
باید استفاده بله کبدتون چربه و فکر میکنم میزون کلسترول خونتون بالاست. بله شما باید استفاده میکنی از خاک از خاکشی عدد بعضی متوجه ارتباطشون اجازه بده خاکشی استفاده کن، آب عناب استفاده کن، آدم رفت اسمش، یه گیاه دیگه وجود داره در افغانستان خودش مهمه، ولی مهمه این خاک شیر با آب عناب با جوشانده تمر هندی، جوشانده تمر هندی استفاده کن با آب، ماء جبن میگن بهش، آب پنیر به. آب پنیر، پنیر در منزل درست کن، خب آبش اون آبش استفاده کن، بخور اون آبش، خیلی مهمه براتون. استفاده کردن از کنگر فرنگی، کنگر فرنگی اینو اگر ادامه دادی به مدت 4 تا 12 هفته خونتون میزون میشه، تمیز میشه، کبدتون تمیز میشه، همون دمایی که حس میکنی در داخل سینه قفس سینه هم میاد پایین. بله در خدمتم. آیا طوری سوالی توی در حقیقت این داروهایی که میدید برای بینندگان که تماس میگیرن چند مورد رو ذکر میکنید؟ همه اینا رو باید همه رو با هم انجام بدن یا یکیش رو انجام بدن یکی دیگر انجام ندن؟ اشکال نداره؟ اشکال نداره. من معمولا همیشه شرح میدم و چند تا گیاه میگم که اگر گیر نیورد یکی دومیه سومیه میشه چهار تاشون استفاده میکنه ضرر نداره چه بهتر، نتونست سه تا، نتونست دو تا، نتونست یکی درست. ولی مثلا میگم خاک شیر با آب عناب میتونه، آب عناب میاره میجوشونه، خاک شیر میندازه توش میخوره، وقتی شکر بزنه درسته میشه. شکر بزنه اشکال نداره یا نه شکر نزنه؟ نه معمولا اونها که مشکل کبد، من ضد شکر هستم، اسم شکر نیار تو برنامه برای من. اصل میتونی میاری بسیار. بله ولی شکر شکر نه اصلا. بله بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. خب نمیدونم اگر تماس دیگه ای داریم که واسه بگم، اگر نه یک مقدار راجع به خب آیا طور ظاهرا فعلا هنوز تماسی نداریم و یه مطلبی راجع به بحث سرطان گفتید. حالا خب دارن تماس برقرار شد. سلام عرض میکنم سرکار خانم. این شبکه چی رو خط شده؟ سرکار خانم سلام عرض میکنم خدمت شما، سوالتون رو بفرمایید لطفا. این شبکه امام حسین از اون طرف قطع شده؟ بفرمایید سرکار خانم، روی آهست میتونید شبکه رو ببینید. دوستان اطلاع میدن که اگر مایل هستید سوالتون رو بفرمایید که آقای دکتر حسن جواب بدن بهتون. نه خانم متوسطه من میشنون نمیشنون؟ خب ظاهرا صدای بنده رو نمیشنون. امیدوارم که حالا ارتباطشون برقرار بشه و بتونیم جواب سوال ایشون رو هم بدیم. آقای دکتر قدیما شما خودتونم فرموده بودید حالا این بحث شکر که دارید میگید مسئله خیلی مهمیه، چون الان کمتر خونه ای پیدا میشه که تو شکر نباشه، مخصوصا کیک ها و شیرینی ها و چه میدونم بالاخره تنقلاتی که درست میکنن گاهن تو خونه استفاده میکنن، تو ماه رمضان هم زولبیا بامیه که بالاخره شما میدید چقدر داخلش این شیره رو استفاده میکنن، اینا همه با شکر استفاده میکنن. جایگزین شکر غیر از عسل ها، عسل هم میگه گرونه حقیقتش، بالاخره اگر آدم بخواد هر روز مثلا چای شیرین بخواد بخوره شکر نشه چی جایگزینش بکنه؟ ما خیلی چیزا هست الان استیوی هست اومده، حالا همین هم گرونه، شاید گرونتر از عسل شکر استیوی هستش، یه جای گزین از شکر درختش من هم دارم، یه درخت خوشگل که از برگش در میخوری، برگش اصلا میخوری برگش شیرینه. بله اینجوری ازش دارن در میارن عسل، ولی معمولا یا مویز یا خرما یا این چیزا. ببین بدنمون چند تا چیز یعنی سلول های بدنمون میگه شکر میخواد، خب گلوکوز میخواد، نه فقط شکر که خودش شکره، آرد تبدیل میشه به شکر به. همون شکر برای من شکره، نشاسته تبدیل میشه به شکر، سیب زمینی شکر، برنج شکر، اینها کل اینها تبدیل میشه به شکر،
سلول های بدنمون میشه شکر. تو سلول های بدنمون میشه شکر، ولی ما باید فرهنگمون عوض میکنیم. چجوری اونها قبلا بود، رسم بود یا قبلا تو عید بود، شیرینی از مثلا از هویج درست میکردن، شیرینی مثلا از خرما درست میکردن، الان صد تا خرما صد تا شکل با بادوم درست میکردن، با انجیر درست میکردن، مغز گردو درست میکردن، خیلی چیزا درست میکردن. خب اومد الان همون فرهنگ که عوض کردن، گفتم از 1969 عوض کردن، وارد کردن این چیزهای مضر رو برای تو غذامون، تو خونه هامون جایگزین اون چیزا و یه خورده ما هم حذف کردیم. حذف کردیم کارهای سنتی، کارهایی که قدیما کیک نبود، قدیما کلوچه درست میکردن با خورما، کلوچه درست میکردن با خورما خورما. خب آردش هم سالم بود، نه از این آرد هجین ما میگیم بهش، یا آرد که بازی کردن با جنتیکش عوض کردن، تاریخته. خیلی چیزا هست عوض شد. اینها قبلا مریض سرطان نداشتیم یا داشتیم در صد هزار یکی، نه الان در هزار تا صد تا داریم اینجوری. اینا چی نقششون در بدنمون چی جوریه؟ نقشه غذاهای بد مضر که همین گفتم شکر، یعنی من چه وقت میگم شکر، همون آرد و نشاسته و همه اینا رو همه شکر بدنمون تبدیل میشه، داخل بدنمون به شکره، سلولهای بدنمون تغذیه میشه رو شکر. خوردم برنج شکر نخوردم، ولی برنج خودش شکره. پس اگر قرار باشه کسی شکر رو حذف بکنه، برنج رو حذف بکنه، دیگه آرد و گندم و چیز رو هم حذف بکنه، حتما نمک رو هم فکر نمی‌کنیم. این نمک‌ها که الان نمک یود داره، نمک مصنوعی هم درست نیست، همین نمک یود داره که میگه بفهمید مضر، نمک دریا یا اون سنگ نمک‌ها خوبه. سنگ بله اونه. خب کسی اینا رو حذف بکنه، خب کی به جاش واقعا چه رژیم غذایی رو استفاده کنه؟ کیتو هم که میفهمید که رژیم غذایی گرون قیمتی هست، چون همش از گوشت و بالاخره روغن و دنبه و اونجور چیزا. نه فقط این گیاه، همین سبزیجات اینا میتونه کلشون استفاده میکنه ازشون. یعنی قبلا جو کم بود و آرد یا گندم هم کم بود. ما دارم میگم از زمان پیغمبر تا 100 سال پیش تا 70 تا 50 سال پیش هم اونجوری بود، جو خیلی کم بود، برنج هم خیلی کم بود، گندم هم خیلی کم بود. مصرف غذامون چی بود؟ همین خورشتا معمولی، همین چیزا که درست میکردن. نون سالم. جو چطوره به جای مثلا نون گندم؟ نون جو همشون یکی، نون جو. بعضی الان میگن برای قند، برای بیماری قند استفاده میکنه، اشتباه، همون گلوتینه. گلوتین همین تبدیل میشه به اسمش چیه؟ به گلوکوز. همین ضرر داره برامون. ما الان نمیگیم 100% حذف کنید، نمیتونن. بله سخته، واقعا سخته. بله سخته دیگه. ولی الان برای اونا که زندگی میکنن تو اروپا چرا سخت نیست؟ میری سر سفرهشون میشینی یا تو رستوران میشینی، میبینی غذاشون سالمه، گیاه، گوشت. اگر میخوان میخورن یه تیکه نون، اگر هم دنبالش هم نمیرن، اگر میای توست یه تیکه اینقدری، یا اگر بود برنج، یه قاشق برنج مثل شوربا هم میارن، یا قالب سوپ و اینا درست میکنن. بله یا مثلا نخود یا فاصله، به خدا سه تا میذارن تو بشقاب. خب اینا سه تا دونه، سه تا دونه میذارن، بیشتر نمیذارن، بیماری ندارن. به همون کفایت میکنه، به اندازه که انرژی بدن تامین میکنه کافیه. اینا هم این کربوهیدرات که نیاز دارم اینه، کربوهیدرات که نیاز داریم تو سبزیجات همش هست. آقای تو خیلی ممنون و متشکرم. حقیقتا این بحثا چیزایی که واقعا نیاز هست. حالا ان شاءالله در برنامه سلام کربلا که صبح از روز دوشنبه ان شاءالله قراره باشید، من مهمون برنامه باشید، ان شاءالله بینندگان عزیز استفاده بکنن، حتما اینا رو مفصل توضیح بدید و بینندگان استفاده بکنن تا ان شاءالله از لحاظ سیستم غذایی یک سیستم غذایی سالم داشته باشیم و بدنمون رو اینطوری در مقابل بیماری ها ان شاءالله ایمن بکنیم. من ممنونم از حسادی. وقت نیمه برنامه مون به پایان رسیده، از این در اینجا از شما خداحافظی میکنم تا ان شاءالله در نیمه بعد با جناب دکتر فریدونی در خدمت ایشون باشیم. من بسیار ممنون و متشکرم از حسادی. در این شب ها لطف فرمودید، مطالب بسیار زنده ای رو بیان کردید و ان شاءالله در برنامه سلام کربلا در خدمتتون مجددا خواهیم بود. بینندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد یک میان برنامه رو ببینید تا بعدش ان شاءالله در خدمت های دکتر فریدونی باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
احسنتم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. همطور که مستحضر هستید و ابتدای برنامه سرزمین عشق هم خدمتتون عرض کردم، امشب یک بارون خیلی مفصلی زد، هوای کربلا خیلی خیلی بهاری شد، جاتون خیلی خالی، نایب زیاره شما هستیم و انشالله که همه شما عزیزان قسمتون بشه در آینده نزدیک بعد از که این قضیه بحث کرونا انشالله مرتفع شد، همتون انشالله مشرف بشید کربلا و توکل بر خدا زار آقای امام حسین باشید انشالله. در خدمت آقای دکتر فریدونی عزیز هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتون و وقتتون بخیر باشه انشالله. علیکم السلام و رحمت الله. به به، حالتون خوب انشالله؟ انشالله که در طول مدت صدای شما به این رسایی و خلاصه با این بلندی باشه انشالله. انشالله صدای شما امروز خیلی خوبه الحمدلله. انشالله که این ارتباط ما همینطوری خوب و قوی باشه تا هم صدای شما و هم تصویر شما به خوبی داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أهل انصاره. با عرض ادب سلام و
موضوع به محضر مقدس مولا و ولی من حضرت بقیت الله ارواح نافدا و با سلام به بینندگان گرامی که وقتشون برای دیدن این برنامه صرف کردن و با سلام خدمت شما برادر ارجمند عزیزت زنده باش خدا حافظ. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید ارتباطمون قطع شد یا اینکه اتاق فرمان اگه به من اطلاع بدن ارتباطمون هست خب قطع نشده. آقای دکتر همین اول به بسم الله با حضور شما من میخوام یه سوال بپرسم. خیلی از جوونا این سوالو میپرسن و شاید اصلا کل وقت این نیمه دوم برنامه‌مون به همین بحث اختصاص پیدا بکنه. بعضیا میگن که آقا جان وقتی که حالا این بیماری کرونا نبود و چه میدونم بالاخره این شرایط اینطوری استثنایی و خاص نبود، خب میگفتید که حرم اهل بیت شفا میگیرید، تربت آقای امام حسین علیه السلام شفا میده و خدمتتون از بکنم روزه ها مثلا برید شرکت بکنید شفا بگیرید و شفای خودتون رو شفای درمان دردهای خودتون رو از اهل بیت اسمت و طهارت و بالاخره ارتباط با این بزرگوارا میگیرید. الان چی شده که میان و مثلا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، حرم آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو مثلا چیز میکنم میگن تجمع نکنید، نمیدونم توی روزه ها تجمع نکنید. چطور شده؟ مگه شما نمیگفتید برید برای درمان اونجاها و درمانتون رو از این بزرگواران بگیرید؟ الان چرا میگید توی اونجا تجمع نکنید و تجمع اونجا رو میگید که خب نه حالا تجمع نکنید؟ آیا این تناقض هست یا تناقض نیست؟ میخوام اینو با اون بیان شیواتون قشنگ دو مطلب رو باز بکنید تا مشخص بشه که قضیه از چه قراره. در خدمتتون هستم. اگر ما ناچاریم آنچه را که گفته می شود به عنوانی که فلان حرم بسته است و بهمان حرم بسته است و در قربت فروش می برند مثلا فرقی معصومه رو، مگه ما ناچاریم که اینا رو به عنوانی وحی منطقشون بکنیم؟ اگه من باشم تصور من اینه که این مطلب بسیار غلطه و بسیار اشتباهه و از این مسیر ضربه بگیم به دارد شده. خلاصه آخه ما همه در دنیا داریم داد و قال میکنیم، داریم صدا میکنیم، داریم ندا میکنیم. ما در مکتب ما یه همچین برنامه هست به عنوان دعا کردن. در دعا کردن شما در خانه خدا میرید، حالا بعدا صحبت شو خواهیم کرد انشاءالله، تضرع میکنید و چقدر سفارش کردن که دعا به شکل دست جمع باشه. قرآن بسیاری از دعاهایی که داره نقل میکنه، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان جمعیتا، اینا گروه هم دارن این حرفا رو میزنن. آخه به چه مناسبت؟ به چه مناسبت؟ خودشون به ما فرمودن شما این ادعیه رو بخوانی از هر شری در امان خواهید ماند. یا خدا دروغ علیه بالله، یا اینا دارن دروغ میگن دیگه، ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین علیه بالله. اینا رو مثل ما گفتن، ما امتحان کردیم یا نکردیم؟ آخه یک دفعه تصمیم گرفته میشه. فقط هم داستان در تصمیم گرفتن عبارت است از این که یک عده‌ای که مثلا در یک رشته پزشکی متخصص هستن میان بر مبنای دید خودشون و آنچه در دنیا مرسوم هست یه مطلبی رو عنوان میکنن. به شما کجا این رو کردید و ببینید که چقدر مردم مبتلا شدن؟ آخه با مردمی که الان دارن زندگانی میکنن، کارهای زندگی روزمرهشون دارن انجام میدن. شما هر چی هم بخواید بگید که بابا انجام ندید، حد اکثر هر کدوم این است که وقتی میایید منزلتون این امور بهداشتی رو مراعات بکنید. اگر مراعات بکنید بابا ویروس کاری نمیتونه بکنه. شما دستش رو بشور، مرتب بشور، صورتت رو بشور، صابون به کار بزن، الکل به کار بزن، نظیر این گونه امور. بعد که سطح صاف هست ولی چیکار نشدم؟ اگر من اومدم مراعات کردم در بیرون رفتنم برای رنگ آسان زندگانیم هیچ مشکلی پیدا نخواهد شد. همه سفارشتون همینه که مراعات بهداشت رو بکنید. خلاصه این داستانه که درست بشه اومدتم مشکل نداره. پس چطور بر رفتن در مغازه ها و رفع نیازهای معمول زندگانیم هیچ اتفاقی نمیفته؟ اما در یک مسئله به اصطلاح عبادی و زیارتی به قول شما حالا فاصله را مراعات کنیم، زیادترش هم بکنیم، ماسک هم دستمون بکنیم و ضدعفونی هم بکنیم،
آیا از طریق صدای بنده، آیا از طریق دعا کردن بنده این ویروس منتقل میشه اگر وجود داشته باشه؟ کدوم ویروسی هم از شرعت داره در محضر امام‌رضا علیه السلام باید عرض اندام بکنه؟ به چه مناسبت این حرف شده که من نمیدونم، چون قرار است در اینجا فقط یک مطلب که پزشکی مد نظرش هست این مراعات بشود. و این مراعات ها رو شما در زندگی معمولی داری انجام میده. خب حالا فرض کن این زندگی معمولی جایی که داری میری برای خرید مایه احتیاج زندگی و نمیتونی نری، چی کار میکنی؟ این مراعات این امور رو میکنی. یه جای زیارتی نماز جماعتتون رو بکنید، ان الله مع الجماعه. این دعاهایی که وارد شده این همه، حالا بر خدمتتون بعدا عرض خواهم کرد اینا رو، برای چی گفتم برای ما که قضا از بین میرود؟ حالا ابرم ابراما روایات فتح و فتح بلا رو خدا از بین میبره با دعا کردن، آنکه محکمش هم کرده باشه. در این حال دعاهای شما از جمله اموری خواهد بود که بلا رو دفع میکنه، حتی بلایی که نیامده جلوش رو میگیره و بلایی که هست رو دفع خواهد کرد. اینا اصول کافی کتاب معتبر ما هستش. و یه عده میان این کارا رو میکنن فقط چون از دریچه بینم نسبت از دریچه پزشکی دارن نگاه میکنن. شما این کارو کردین و دیدین چقدر مبتلا شده؟ آخه از کجا حرفو دارید میزنید؟ بالاخره دعا یک کاری میکنه. از دعا و عرض کنم حضورتون که جنت المؤمن سپرشه. بچی سپرشه آخه؟ از همین عوارض شما دارید میدید دیگه. این کارا رو نکردم، من مجلس با این کار موافق باشم خواهم بگم، منتها چون دیگه دارن میگن هر کس هم که بخواد این کار انجام نده فردا 500 تا عین بهش میچسبونن. بنابراین ناچاریم خود ما هم به این زمینا مراعات میکنیم و آنچه میخواستیم به عنوان دستشم بگیم در بسیار به خاطر همین داستانی بد اندیشی ها بنظر من دلیل نداره. من قبول بخوام کنم حرف رو، پس خودم دارم بیرون میرم برای زندگی خودم، میرم برای مایحتاش میرم. اگر نیاز باشه و لازم باشه واقعا یک کاری عنوان زیارت امام رضا علیه السلام خواهم رفت، واهمی هم ندارم، مراعات هم میکنم که نظر شما خلاصه یادم بی مبالاتی نباشه. ولی به هر صورت اصل این قضیه شد من نمیدونم، این ضعف در ایمانه، این ضعف در باوره، این ضعف در اعتقاده برای امام رضا علیه السلام. یا میگم تو به درد نمیخوره، یا اگر زنده ما در حد یک آدم معمولی برای شکل خود دارم. بابا اینا اینجوری نیستن، همان گونه که در زمان حیاتشون بودن از اینا کرامات عجیب غریب ظاهر شده، الان بعد از مرگشون که زنده هستن، واقعا هم زندن و خیلی کارا میکنن و کردن در طی این چند شبی که شما سوال کردین از طرف دیگران. تمام مطلب من این بود، امید من تزریق بکنم. وظیفه من اینه، ترسیدن به شدت ترسیدن نمیگم، ولی چرا ترسیدن پدیده طبیعی است دیگه، اکسترامال بدن انسانی است دیگه. ولی بابا امیدوار کردن معناش این که ما بزرگ داریم، ما آقا داریم، ما مولا داریم، ما سرور داریم. اگر راجع به یازدت امام این باور رو نداریم، بخواه اعتقاد وحابیت رو داشته باشین که وقتی مردم مردم تموم شده رفتش، بابا دوازدهمی حجت خداست. او امروز مستجاب و دعوه است، برید دست به دامن او بزنید در همین اجتماعاتتون، از او بزرگوار بخواهید. یکی از حرفایی که زدن و من خیلی بهش خلاصه علاقمندم اینه، الحمدلله به اندازه کافی بلکه بیش از کافی ما مرجع تقلید داریم، ایران داریم، عراق داریم، جای دیگه هم داریم. اینا با هم یک اجتماع بکنن، داخل این کار که میشه کردش که شما میگه ما نایب امام زمان هستیم، این هر سخنی که مردم همه دارن میگن، دیندارا دارن میگن ما نایب امام زمان، همه با هم بیش همه میخواد جمع بشین نشین، یه مشورتی با هم بکنین، به مردم همه تون جمعا اعلام بکنین که بابا فلان شب ساعت 12 شب ما میخوایم اینجا بشینیم، هر خونه خودش هم بشینه و چی کار بکنه و نسبت به وجود مقدس امام زمان که مأموری ما در خانه او باید بریم عرض ادب بکنه، بگه یا صاحب الزمان من بدم، من ردم، من تباهم، من ولی هر چی هستم چی میخواستم، بلایی که من نمیخواستم ولی مملکت نازل شده است الان،
تو بزرگ جبار در خانه خدا برو یا دعا کن یا از خدا اجازه بگیر. اون قدرتی که خدا به تو به عنوان ولی الله حجت الله داده است، از اون قدرت استفاده کنی برای از بین بردن همچین بدیگه. این چه مشکلی پیدا میکنه آخه؟ حالا این جهت اینجور بخوام بکنم در یک محل بزرگه رعایت فاصله را هم بکنن، همه هم میکره بردن شبیه نیستن، تعطیلش میکنن که چی بشه. در واقع پناهگاه های مردم را دارن میبندن اینا با این حرفشون. اونایی که دارن همچه اقداماتی رو انجام میدن، نکنید، نترسید انقدر. این والوال ضعف باور، ضعف اعتقاد، ضعف ایمانه. برید در خانه خدا، جمعیت مطمئنن کلام سخنه در شرایط دعا خواهیم گفت، کلام و سخن جمعیت به مراتب از فرد و تک تک انسان ها از سرتر خواهد بود. دور هم جمع بشید، اگه برای نماز استسقا نمی رفتن، یه نفر می رفت، هر که تو خونه خودش می رفته، بارندگی نشد و قحطی می خواست بشه، امام رضا علیه السلام مردم و جمعیان خدمت جمعشون می کنه و اونا بلند می شه میره صحرا نماز استسقا می کنه و باران شروع می کنه نماز و بزرگ باریدن. الانش هم همین داستانه. این همه وحشت، این همه ترس در بین مردم ایجاد می کنیم. بر صورت نتیجهش همین میشه، میشه ضعف بنیانهای اعتقادی. مردم میگن تا حالا این همه در مورد این بزرگواران میگفتن، پس معلومه دروغ میگفتن. اینا این چی ندارن؟ هیچ خاصیتی ندارن، هیچ برکتی هم ندارن، ندارن. الانش هم دارن، برو ببین میگیری یا نمیگیری. مشکل در میان ماست. شما رسمی مطلب رو اعلام میکنید. عذر میخوام، فقط یه مسئله میمونه که شما همون ابتدای بحثتون اشاره فرمودید. اینم صدای بندر دارید یا نه اینطور؟ اگر صدای بندر دارید یه لحظه. یه مطلب رو شما به زیبایی بیان فرمودید که این دوتا تناقض نداره با هم دیگه، یعنی به زیارت معصومین رفتن، به اماکن متبرکه رفتن، در عین حال رعایت بهداشت. این مسئله ایه که بعضیا میگن که نه آقا جان، مثلا ما میریم بهداشت هم رعایت نمی کنیم، ولی خب زیارت میکنیم، همین صحبت رو میکنم، ولی در این قالب که آقا من میرم هیچ بهداشت هم رعایت نمی کنم و مریض هم نمیشم. اینو ما چجوری در حقیقت جوابش بدیم؟ یعنی آیا این عقلانیه یا اینکه نه عقلانی نیست؟ چون از یک طرف واقعا ما اعتقاد داریم که بالاخره ملجا و امید همه انسان‌ها بالاخص مسلمانان و شیعه‌ها اهل بیت اسمت و طهارت هستند، چون ایمان قلبی داریم. از طرفی هم بحث عقلی، آقا رسول الله میفهمند که اول الله ان یجعل الامور الا باسباب. این رو در حقیقت ما چیکار کنیم؟ یه عده میگن نه آقا اصلا من قید رعایت مسائل بهداشتی رو هم میزنم و هیچ اتفاقی برام نمیفته، میرم همینطوری، میرم و برای زیارت هم میرم. آیا شما این رو تایید میکنید یا اینکه نه، باید مسائل بهداشتی باشه، رعایت باشه، ولی کن حرم اهل بیت هم نباید بسته بشه؟ این رو یک مقدار اگه واضح تر بیان بفهمید ممنون میشم. خیلی ساده است جواب شما جناب. این داستان اول لا ان یجعل امور الا باسباب در امور طبیعی خواهد بود. در صورتش دیگه خدای متعال باران میفرسته، مستقیم خودش میفرسته، درش پر میکنه، از آب میفرسته زمین یا نه؟ نه بابا، خورشید رو خلق کرده، رو سد آبا میتابه، بخار میشه، میرم در طبقات بالای جمع، اونجا بارندگی میشه، خدا به خودش نسبت میده. این معناش این میشه. اینم که گفتم وقتی بخوای بری این مسائل رو مراد کن و بعد برو، اینها به خاطر این است که ما واقعا اون اعتقاد سفت و سختی که باید داشته باشیم نسبت به ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین نداریم. وگرنه خود بنده هم مثل شما هستم، اما مرادها رو میکنم. اون کسی که معتقده او داره درست میگه که من میرم به اعتقادم، به باورم به امیرالمومنین و حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهدا و حضرت بقیت الله امام زندمون، او اعتقاد دارم، او توسل پیدا میکنم. هیچی آخه امام زمانی که بلد نباشه این ویروس از بربیاد بخواد یه حکومت جهانی تشکیل بده، آخه امامی که این همه جلالت داره، این همه عظمت داره، این همه بزرگی داره، در زمان حیاتش و بعد از حیات ظاهریش هم از این بزرگوار ما این دار کردیم. بعد این کتاب کرامات رضویه یکی دو تا ده تا هم یه نیستش که. خب این آدم، این بزرگوار با داشتن قدرتی که نامش ولایت در تکوین هست، یعنی میتونه
خدا در حسب بکنه هستی مسیح خودش قرار بود نمیتونه از ویروس داری برگرد دون آخر دیگه اینکه شناخت ما درست نیست اگر شناختمون هم درست باشه اعتقاد و باورمون درست نیست همون شناخت خودم هم اگر اون که میگم این من نمیگم میری باید چمش میشه حتی اگر دروغ باشه چم که اینجا بحث سیستم ایمنی مطلب میگم یا دیشم گفت برمون سیستم ایمنی ما مدار آدم ماستیکه و همین که اینقدر اعتماد داشته باشی اینقدر قدرت به خودت باشی که بندره میشه خودت سیستم ایمنی اگر توی آدم هایی که رفتم بیماری کرونا را گرفتم کسی بهبود پیدا نکرده چرا؟ چی شده؟ جز این که اعتقاد و باور اونها زیادتر و نفسیشون داره حتی اقل این باور و اعتقاد هست و حفظ میکنند حتی اقلش اینه ببخشید میگم حتی اقل لا حرف خود شما الو آیدون صداتون میرسه ولی قطع و وصل میشه این مقدار ظاهرن به خاطر اینکه ارتباط اینترنتی مقدار ضعیف هست متأسفانه ولی صدای شما رو نسبتاً داریم حالا گاهن این مقدارم قطع میشه البته خوشن شد در حال دیگه از یه از این قراره کسی این مقدم رو بگه حد اقل نکن توجه به قدرت ماورایی انسان حجت خدا هم هست بعد سیستم ایمنی کاملا میشه و در میان خودش اگر ویروسی هم باشه داره در اینکه ویروس اصلا اگر اون قدرتی که پیدا کرده و اون توانمندی که سیستم ایمنیش پیدا کرده بله درست میشه چه هم بشه بسیار عالی خیلی ممنون و متشکرم ما تقریبا 7-8 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم و حالا یه مطلبی هم هست های دکتر خیلی ها هستن که اصلا اعتقاد به اهل بیت هم ندارن اصلا مسلمون نیستن شیعه هم نیستن حالا همین مثلا چینی ها و چه میدونم اروپایی ها و آمریکایی ها اونایی که در حقیقت حالا مسیحی هن یا اصلا هیچ دینی هم ندارن اینا صرفا با رعایت موارد بهداشتی و بدون توکل و توکل به خدا اینها در حقیقت از بار این ویروس شاید در امان بمونن اون رو چجور میشه توجیه کرد که آیا خب اونا در حقیقت موارد بهداشتی رو رعایت کردند و این ویروس بهشون تأثیری نذاشت ولیکن از این طرف یک عده در حقیقت اعتقاد داشتن و احیانا بیمار شدن و از بین هم رفتن این رو چجور ما بتونیم در حقیقت بهش پاسخ بدیم رفتیم با تک تکشون مصاحبه کردیم همچنین داریم میگیم یه بحث داریم خود شما بهتر بدیم این قضیه رو به نام توحید فطری نیست اینجور آیه اخذ ربک بنی آدم هم ذریت هم و اشمت علی انفسهم الستو به ربکم قالوا بلی از اخذ ربک من آدم نمیخوام آیه بحث رو از همه فرزندان آدم خدا پیمان گرفت خب این فرزندان آدم چی؟ فرزند کی هستن؟ فرزند مثلا یعنی فرزندان اصل آدم همشون دیگه بله هست یا نیست این قضیه؟ بله از خدای متعال از آدم پیمان و علیهای خودش توانمندی خودش گرفته از اخذ رب مکمن بنی آدم و ظهور هم ذریت هم و اشهده هم علا انفسه هم علا ستو برب بکن بله. اینا در زمان گرفتار میشن در زمانی که مصیبت زده میشن در زمانی که خلاصه گرفتاری ها بهشون هجوم میاره از همه چی دستشون میبره کجا معلوم قرآن داره سخن میگه قرآن میگه در این گونه موارد چی کار میکنند اون وقت میرن سراغ همون خدایی که فطرت هم باید بهش معتقد بودن دیگه رفتن منم میگم رفتن نمیشه امکان نداره موقع گرفتاری تمام آدم ها من نموناشو در داخل هواپیما دیدم به. یه زمان هواپیما دست انداز پیدا میکنه میره بالا میاد پایین فلان میشه بهمان میشه میبینی تمام آدمایی که به هر اعتقادی هستن به هر باوری که هستن
وقتی خطر سقوط رو درک کردن، خطر این که جانش رو در خطر افتاده رو فهمیدن، اون وقت همه متوسل به یک نیروی خارق العاده غیر مادی غیر عادی میشن. این همون تولید فطریه. اون چینیش هم همینطوره، ژاپنیش هم همینه، چینی ها بودایی هم بیشتر البته و کمونیستن البته. توجه فرمودید؟ پرده ها میره کنار، مجددا توحید جلوه‌گری میکنه. از کجا نمیتونیم بگیم که بحث توحیدی و توجه توحیدی باعث نجات و شفای ما شده باشه؟ بسیار عالی. البته من جمعش کنم، نمیخوام بگم ما، خودم گفتم من چون مقیدم به این که آنچه ائمه گفتن رو من عمل بکنم. از این زمان به ما فرمودن که چی؟ مریض شدی حتما دکتر برو. حضرت امیر علیه السلام شب آخر عمر خودش برسد دنبال دکتر به خاطر اینکه مالجش بکنه. این به ما سرمرد داره میده، وگرنه حضرت علی که میدوند خواهد رفتش که. پس بنابراین اینجور موارد عادی رو شما حواستون جمع باشه، نکنه زیر پا بگذارید، نه، سراغ او بدانید. درمان و بهبود یافتن به این مسائل خیال میکنید تنها به اینا نیسته. درمانش هم این براتون زمانی که انسان درمان از راهنمایی ها پزشکی، از معاینات و معالجات پزشکی، وقتی میگن دیگه از ما کاری ساخته نیست، چیکار میکنه اونجا؟ وقتی نیروی قدرتی به وجود میاد در اون تجلی و تظاهر میکنه که این قدرت یافت خدای متعال و فرستادگان الهی. این مطلب ساده نگیری شما. و به این ترتیب یک دفعه میبینی که چی؟ طرفی که نامیدش کرد های یه اصابی سو دادن به دنبال یه همچین حالتی برمیگرده و شفای کامل عاجل تمام پیدا میکنه. اینا رو میخواستیم به مردم بگیم. مقصود ما از همه حرفا اینه، نمیخوایم عوامل عادی رو زیر پا بذاریم اصلا به هیچ وجه. من سرم درد میگیره، کمرم درد میگیره، حتما استامینا میخورم، حتما در این شکلی. چرا؟ پیشوایان من گفتن، اونتا به ما گفتن در این جور مواقعی که شما گرفتار شدید یه چیزی دیگه هم غیر از عوامل طبیعی مادی هستش، یعنی سراغ اون چیز دیگر. اون چیز دیگر فرستادگان خدا هست. دست به دامنشون بزنید، زندگیشون هم سابقه شون نشون میده که این از این کارا زیاد کردن. مخصوصا در زمان ما دست به دامن حجت خدا حضرت بقیت الله که امروز جمعه مالی بزرگوار هم بوده و با منتظر ظهور و عظیم انشاءالله این مسئله که پیش آمده مقدمات ظهور همون باشه انشاءالله. بزرگوار هست به اذن الله هم حالت می کند و انشاءالله خیلی برای حل می کند انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر، بسیار عالی. ما تقریبا 3-4 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. نمیدونم اگر اشتباه نمی کنم دوستان در اتاق فرمان اگه به من اطلاع بدن که دقیقاً چند دقیقه تا پایان، بله 4 دقیقه تا پایان برنامه، بیشتر فرصت نداریم، وقت نداریم دیگه من سوال بعدی رو از شما بپرسم. فقط می‌خواستم از بینندگان عزیز عذرخواهی بکنم به خاطر اینکه ارتباط ما برای شب‌های بعد زنده ماندی مطلب رو دنبال کنی بری بخواست. ان شاء الله. آیا دکتر این مسئله یه مسئله خیلی مهمیه. ببینید من عذر می‌خوام، یه مطلب رو خدمتتون عرض کنم، همین که الان بیان فرمایید مسئله خیلی مهمیه. ببینید از یک طرف ما قدرت خدای عزوجل رو داریم که در حقیقت قدرت مطلق هست و خاصیت هر چیزی به اراده خداست. اگر نمک شوری داره، اگر شکر شیرینی داره، اگر دوا تأثیر داره، همه در ید قدرت خدای عزوجل هستش و بدون اراده خدا هیچ کدوم اینا هیچ تأثیر خودشون رو ندارن. از طرفی هم همون فرمایشی که خودتون فرمودید که اهل بیت عصمت و طهارت به مردم پیشنهاد کردن و سفارش کردن که وقتی بیمار میشید برید سراغ طبیب، وقتی که در حقیقت شرایطی براتون پیش میاد از راه طبیعیش سعی بکنید اون رو دنبال بکنید و به نتیجه برسید. در نهایت اگر به نتیجه نرسیدید فراموش نکنید که قدرتی فوق تمامی قدرت‌ها وجود داره، اولیایی وجود دارن که فرستاده خدای عزوجل هستن و اونها دست شما رو میگیرن. باید یک جوری باشه که ما بتونیم بین این دو تا مطلب رو به راحتی جمع بکنیم و تضاد و تناقض تو ذهن کسی به وجود نیاد. الان بعضی وقتا برای بعضی یه سری تضادها و تناقضایی به وجود اومده که شاید در این بحثی که از فرشب در خدمتتون هستیم شاید بیشتر راجع به این قضیه صحبت کنیم. حالا همینجا نگارش دارید، خواهش می‌کنم جونم ما چه هم میکنیم؟
ما به قول خارجی های این درمان رو کمباینش میکنیم. احسن. چه کامبینیشن. دقیقا. یعنی زمانی که برای اون پیش آمد میکنه چی کار میکنیم؟ سراغ مسائل عادی مادی پزشکی میریم و باید بریم. اشتباه نشود یه وقتی. اما در همون حال متوسط به قدرت ریاضی الهی میشیم. چی میشون وقت داشت؟ این همون کامبینیشن شما فرمودید. کار میکنیم. آن چیزی که باید در بدن شما تقویت پیدا شود، پیدا کند. که سیستم ایمنی شماست، لنفوسیت های شماست، سیستم کمپلمان این دبیرات، این چی کار میکنه؟ در همین توسط این قدرت رو پیدا میکنه. ما از دو جهت میکروب مزاحم و مهاجم رو تحت تاثیر و تحت فشار قرار دادیم، هم از تاثیر داروها و مسائل مادی عادی و هم از نظر تاثیر قدرتمند شدن سیستم ایمنی. این مشکلش کجاشه؟ اون من یه مژده میدم خدمت شما، از فردا شب انشالله تمام وقت برنامه سرزمین عشق در خدمت شما هست. یا دکتر زنگله فردا مهمون ما نیستن و از ابتدا همون ساعت 8 به وقت کربلا انشالله ما در خدمت شما هستیم، مفصل این قضیه رو واقعا بشکافیمش، این قضیه رو قشنگ بازش بکنیم که مشخص باشه که همین کامبینیشنی که شما فرمودید، این ترکیبی که فرمودید به چه صورت باید رعایت بشه، از ابتدا تو بک‌گراند ذهنی شخص باید چی باشه و در نهایت منتظر چی باشه، سلامت چیه، مریضی چیه، و این مطالب رو انشالله خود بیشتر راجع به صحبت کنیم و روش مانور بدیم تا قصه شسته و رفته بشه این قضیه. من بازم تشکر میکنم از هسته عالی و از شما خدافظی میکنم. التماس دعا عزیزید، قربان شما برم. خب بینندگان عزیز ارجمند، از شما سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید و امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه اینجا به پایان نرسیده، انشالله ادامه داره. فردا شب پس فردا شب هم انشالله مهمون ما باشید تا بحثی که امشب باز کردیم با آقای دکتر و فکر میکنم کامل هنوز جواب کامل بهش داده نشده و هنوز خیلی مطلب داره که راجع بهش صحبت بشه، فردا شب و پس فردا شب هم در خدمتتون باشیم و شما بیننده برنامه باشید تا مفصل بتونیم راجع به اون صحبت بکنیم. همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. هر جا هستید امیدوارم که از موالیان حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت باشید و هر چه سریعتر چشم همه ما به جمال بیمثال آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا انشالله روشن بشه. با یک یا حسین از شما خدافظی میکنم. یا حسین، تو ای حسین جان، از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه، مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین جان.